بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه عصر، خیلی خوش اومدید. امشب برنامه همزمان در شبکه یک و شبکه افق پخش میشه به مدت تقریبا 70 دقیقه. خدمت دو بزرگوار هستم، جناب آقای فؤاد ایزدی، آقای دکتر ایزدی، خیلی خوش اومدید، و جناب آقای مرتضی قراقی، آقای قراقی، خیلی خوش اومدید برنامه. امشب ادامه بحث رو داریم. سه کارشناس خارجی داریم. اولیش آقای اسکات ریتر هستش که الان پشت خط هست. اگه بذارید من، چون مدتی پشت خط مونده، اسکات ریتر بازرس ویژه سازمان ملل بود همراه با هانس بلیکس، و ثابت میکنه که همه ادعایی که در ارتباط با سالهای کشتار جمعی صدام بود دروغ بود، ولی حمله صورت میگیره. هم دیروز و هم امروز دو مقاله در ارتباط با شهادت حاج قاسم سلیمانی نوشته، و اولین مهمان ما او هستش. ببینیم یک کسی که سرگرد نیروی تفنگدارای آمریکا بود، مارینز بوده، و چند سالم زندانش کردن به خاطر اون کتاب معروفی که نوشته بود به اسم تارگت ایران، هدف ایران، و مورد خشم لابی اسرائیل هست و آمریکا. و بعد از زندانش هم مدام مثل آدم مبارز مشغول هستش. اون در مورد همین مقاله دیروز و امروزش در ارتباط با حاج قاسم سلیمانی چی میگه؟ اگه موافق باشید بریم به سراغ آقای اسکات ریتر که پشت خط هستش. Okay, Scott, thank you very much. I'd like to begin. Can you hear my voice? Scott. I can hear you fine. Okay. سوال اولم از آقای ریتر در مورد مقاله‌ای که دیروز و امروز نوشتن در ارتباط با قاسم سلیمانی هستش. Scott, you wrote two articles just recently, yesterday and today, about General Qasem Soleimani. In brief, tell our audience who are watching you widely now in Iran about your take on the incident. Well, it's an incident of tremendous. این رویدادی هست که از نظر تاریخی پیامدهای جدی خواهد داشت. قاسم سلیمانی جایگاه بسیار بالایی در ایران داشت. ایشون فردی بود که یکی از کنشگران مهم در منطقه بود، و ترور ایشون توسط ایالات متحده طبیعتاً کل منطقه رو میتونه دچار مشکلاتی کنه که عواقب جدی به همراه داشته باشه برای کشور منطقه و ایالات متحده. سال بعدی بود که این توی یکی از مقالاشون اشاره میکنم به این کسی که دشمن اول داعش بود رو آمریکا اومده زده، به جایی که آمریکا که ادعا میکنه با داعش میجنگه. این سوال هم این هستش. Mr. Ritter, you've in one of your articles you mentioned the fact that General Soleimani was the man who demeaned and he eradicated for the most part ISIS in Iraq and in Syria, and yet it's the American drones that assassinating him. You talked about this paradox, this sort of hypocrisy. Could you elaborate on that? You know, when we in America today, we have آمریکای امروز ما نگاهی خاص در مورد داعش داریم، و شکست داعش یک به نقطه‌ای تبدیل شده که دونالد ترامپ روش خیلی مانور داده و گفته که داعش رو نابود کرده. اما همون که استهزار دارید، یعنی ما به این نکته توجه نداریم در داخل آمریکا که نیروهایی که در منطقه فعالیت داشتن، یعنی قاسم سلیمانی بود که تونست داعش رو شکست بده، و نقشش نیروهای شبه نظامی عراق هم در این زمینه مهم بود. یعنی اینها تونستن داعش رو از مناطق مختلف عراق عقب برونن و عراق و سوریه رو نجات بدن. و سلیمانی فردی بود که تونست ثبات رو به منطقه به ارمغان بیاره، نه اینکه ایشون همونطور که آمریکا مدعی هست عامل بی‌ثباتی در منطقه باشه. اما میدونید که آمریکا سیاستی رو در منطقه دنبال میکنه که در نهایت سبب منزوی شدن خودش در منطقه میشه. اما آمریکا میخواد سیاست‌های خودش رو به هر قیمتی که هست دنبال کنه، و میخواد یک کنشگر جدی در منطقه باشه.
اما واقعیت این هستش که التهابی که در منطقه به وجود میاد آمریکا نمیتونه راه حلی براش داشته باشه و بتونه به سمت ثبات منطقه رو ببره، چون یک عامل بی‌ثباتی در منطقه هستش. این واقعیتی هستش که واقعا باید بهش توجه داشته باشیم. در یکی از مقالاتشون ایشون یک عنوانش اینه که انتقام به صورت انتقامی که ایران خواهد گرفت رو با یه توصیف خیلی خاصی توصیف میکنن. من در مورد این مقالهشون که مال دیروز بود میخوام اشاره بکنم. Iranian revenge will be a dish best served cold. About your article, Iranian revenge will be a dish best served. Can you elaborate on that? به نظر من اگر به زندگی قاسم سلیمانی نگاه کنیم، می‌بینیم که در 1988 وقتی که دوران جنگ بود، میدونید که در یک حملاتی که در منطقه رخ داد و سبب کشته شدن چند دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار ایرانی در افغانستان شد، اونجا نیروهای ایرانی داشتیم که بسیج شدند و اونجا قاسم سلیمانی هم جمله خیلی جالبی داشت در مورد اینکه چگونه میشه برای حل این مشکل اقدام کرد. ایشون فردی بود که میخواست یک به قول معروف مسئله رو تبدیل کنه به راه حلی برای مشکل. چرا اینو دارم میگم؟ میخوام اینو بگم که ایران میتونه الان اگر به دنبال تقابل جدی با ایالات متحده باشه، شاید الان به قول معروف مسائلی رو به همراه داشته باشه. میخوام اینو عرض کنم که ایران میتونه با رویکردی که داره برای انتقام سخت در مقابل در خصوص ترور جنرال قاسم سلیمانی به گونه‌ای حساب شده و سنجیده عمل کنه و بره جلو. و من تردیدی ندارم که ایشون ایران میتونه رویکرد انتقام رو پیش ببره، اما به نظر بنده اگر بخواد به قول معروف الان تو شرایط کنونی اقدام کنه، شاید منافعش به گونه‌ای که میخواد محقق نشه، بلکه لازم هستش گزینه‌ها رو بررسی کنه و با نگاهی به بلند مدت برای این به قول معروف اقدام کنه و این ضربه‌ای رو که میتونه داشته باشه، ضربه‌ای سخت باشه و دردناک باشه برای آمریکا در مقابل تروری که علیه جنرال قاسم سلیمانی رخ داده. و فکر میکنم این برنامه ریزی بلند مدت رو میتونه داشته باشه تا اینکه یک ضربه دردناکی رو وارد کنه به طرف مقابل و انتقامی که مد نظرش هست رو بتونه بگیره. اینجا دوستانم اشاره کنم به کتاب که ایشون سال 2006 منتشر کرد و من در اون مراسم که سیمور هرش ایشون رو معرفی میکرد و کتابش مطرح میکرد تحت عنوان هدف ایران میخوام صحبت بکنم و ازشون سوال بکنم که شما سابقه طولانی دارن در ارتباط نقد ایران درست خلاف جریان رسانه‌های آمریکایی که چیزی دیگری میگن و افشاگری شما در ارتباط ایران و حقایقی در مورد ایران هست سابقه داره و منجر به زندانی شدن هم شده شما هم داره. Scott, I want to talk about your book Target Iran. I was at the ceremony in 2006 in New York where Seymour Hersh were presenting you. And you have a history of talking about some of the things that are completely opposite of what the mainstream media says. Can you elaborate on Target Iran way back from 2006? Well, Target Iran was written این کتاب با عنوان هدف ایران زمانی بود که جورج بوش پسر رئیس جمهور ایالات متحده بود. من با اون کتاب می‌خواستم مردم آمریکا را مطلع کنم که چه نکات جریانی در حال رخ دادن هست. می‌خواستم به اونا چند تا نکته رو بهشون بگم. در اون زمان این گزاره از طرف واشنگتن مطرح می‌شد که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای هستش و رسانه‌های آمریکایی این مسئله رو در بوق و کرونا کرده بودن و هی تبلیغش می‌کردن. من می‌خواستم با کتاب واقعیت‌ها رو بیان کنم و بگم که واقعیت بگونه
گونه دیگر هستش. ما هدف من از کتاب دقیقا همین نکته بود. در ایالات متحده وقتی به سابقش نگاه میکنیم میبینیم که از واقعیت جمهوری اسلامی و وضعیتی که در ایران شکل گرفته به قول معروف دچار استیصال شده و سیاست تغییر رژیم رو در مورد ایران از سالها قبل دنبال کرده و کتاب هدف ایران هم دقیقا میخواست گزاره های زیربنایی این روی کرد و باکاویش کنه و بگه که برنامه هسته ایران و بهانه‌ای که بر سر اون شکل گرفته برای پیگیری سیاست تغییر رژیم در ایران هستش و در رسانه هم دقیقا این گزاره برجسته میشه و به همین خاطر تلاش میشه بی‌ثباتی در منطقه راه بیفته و ترویج پیدا کنه. به نظر بنده حکومتی که ایران میتونه، یعنی به قول معروف میخواستم تو کتاب بگم که این خواسته مردم ایران هستش، یعنی این نوع سیاستی هم که دنبال میشه به خاطر همین است که امریکا باش دچار مشکل شده. Okay, thank you Scott for the time being. Please hang on, we'll have some more words from you later on. Thank you. تشکر میکنم. آیه دکتر ایزدی، خب این سکات ریتر هستش که حالا صدا می خود قطع و بست داشت ولی زحمتی کشیدن آقای جوادی و مطالب کامل عنوان شد. اصلا برای من جالبه که چه تعداد آمریکایی‌های عاقل الان بلند میشن و روزی یه مقاله دارن میدن در مورد حاج قاسم سلیمانی. این چه ربطی به ولی چرا داد داره میزنه الان؟ اینو میخواستم از شما بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم خدمت شما آقای شوروپی و بینندگان. عرض کنم اتفاقی که در آمریکا تو این چند روز گذشته افتاده خیلی عجیبه. یعنی خبر حاج قاسم اخبار 24 ساعته شده. شبکه های آمریکایی برنامه های عادی خودشون رو، شبکه خبریشون برنامه عادی رو قطع کردن. پوشش خبری این جنایت آمریکا شده موضوع اصلی، بحث اصلی. و خب 24 ساعت اینها ده ها مهمان میارن و موضوع رو بحث میکنن. در عمل اتفاقی که افتاده این است که اونهایی که مخالف این اقدام ترامپ بودن، که اکثر کارشناسا این حالت رو دارن، اونهایی که تو حوزه ایران کار میکنن یا در حوزه بحثای غرب آسیا کار میکنن، اینها اعلام کردن اکثر قریب اتفاقشون که این سیاست آمریکا سیاست درستی نبوده و این قتل درستی نبوده و در نهایت بیشتر با آمریکا ضرر میزنه. اینا یه طیف هستن. طیف دیگه به نوعی میخواد توجیه بکنه این عملیات رو. در عمل هم طیف اول هم طیف دوم زمانی که درباره آیه قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی صحبت میکنن، درباره خصوصیات ایشون، توانمندی ایشون، نفوذ ایشون، فعالیت‌های متعددی که ایشون داشته به صورت گسترده بحث میکنن و اونهایی که موافق این عمل بودن میگن که این فرد ویژه‌ای بوده، فرد بسیار توانمندی بوده، با هدف قرار میگرفته. اونهایی که مخالف هستن میگن خب اگر این حرف درسته که ایشون فرد ویژه‌ای و توانمند و شبکه داری بوده که بوده، اونها هم تایید میکنن این رو. خب زمانی که شما این فرد رو هدف قرار میدید اون شبکه بیدار میشه و در نهایت این تبعاتی برای آمریکا داره که مشکل ایجاد میکنه. یعنی چه طیف اول باشن چه طیف دوم باشن دارن درباره آقای قاسم سلیمانی و قدرتش و نفوذش و توانمندی صحبت میکنن. منتها آقای قاسم سلیمانی سردار سپاه در ایران بوده، یک بخشی از نیروهای نظامی ایران بوده، به صورت غیر مستقیم تحلیلگرای آمریکایی الان دو سه روزه درباره توانمندی ایران، قدرت ایران، نفوذ ایران دارن صحبت میکنن. چون به حال ایشون یک نفر بوده دیگه، با یک نفر که شما نمیتونید یک همچین قدرتی ایجاد بکنید. این قطعا شبکه داشته، قطعا کمک داشته، قطعا پشتیبانی داشته، قطعا این توانمندی کشوره که ایشون داشته رهبری میکرد و بعد ایشون رهبر دیگری داشته که از او فرمان میگرفت. از این جهت برای هر ایرانی به نظر من این کسی دسترسی داشته باشه به شبکه‌های بیرونی و اینا رو مطالعه کنه، گوش کنه، در این حالی که
شهادت شهید سلیمانی غم بزرگیه برای همه ما و کمتر کسی هستش در کشور که در این دو سه روز گذشته یه مدتی گریه نکرده باشه. غم غم سنگینی هست، منتها در این حال یک افتخار هست، یعنی اینی که واقعیت‌های ایران داره نمایان میشه. شما شبکه آمریکایی زیاد رصد میکنید، هیچ وقت من خاطرم نمیاد تو این 40 سال که شبکه آمریکایی بیاد تظاهراتی که ما داریم دیگه، 22 بهمن داریم، نمیدونم روز قدس داریم، نهیده الان داریم چند ساله، هیچ وقت اینا پوشش نمیدن. پوشش خبری هم اگر میخواد باشه، مثلا عکس یه فردی رو که حالا ممکنه لباس مناسبی هم نداشته باشه، اینو نشون میدن ولی خبر خیلی کوتاهی، این تصویر نشون نمیدن. این ایمیج منیجمنت یا مدیریت تصویرشون به گونه‌ای هستش که هیچ وقت شات لانگ شات نشون نمیدن، شات بزرگ نشون نمیدن. برای اولین بار این تظاهرات خودجوشی که دیروز ما در چند تا شهر کشور داشتیم، تعداد متعددی شهر کشور داشتیم، این رو شبکه آمریکایی پوشش دادن و اون ادبیاتی که آمریکای دولت آمریکا 40 سال سعی کرده، تلاش کرده، زحمت کشیده که ایران هیچ پشتوانه مردمی نداره، همه در ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن، خون شهید سلیمانی ایران شسته، یعنی این تبلیغات شسته شده. قبل از اینکه من بیام خدمت شما، شبکه سی ان ان یه نظرسنجی رو منتشر کرد که 72% از مردم آمریکا مخالف این عملیاتی بودن که آقای ترامپ دستور داده. یعنی اگر آقای ترامپ هدفش گرفتن رأی بود با این کار، چون الان آبان ماه انتخابات داره، یکی از دغدغه‌های اصلیش هر کاری که میکنه یه نگاهی داره به بحث انتخاباتی خودش، قطعا شکست خورده در این پروژه، چون نه تنها دموکرات ها مخالف هستند، یک درصد قابل توجه از جمهوری خواه مخالفند، چون اصولا با ترامپ رأی دادن، این گفتش من میخوام جنگ ها رو متوقف کنم، فعالیت نظامی رو متوقف کنم، 7 میلیارد هزینه کرد، 7 تریلیون هزینه کردیم، بی جهت هزینه کردیم. بعد یک کاری کرده که حتی طرفداراش هم الان دارن زیر سوال میبرن وضعیتی که ایشون داره. خیلی ممنون جناب قروقی. همین مطلب و شما اسکات توییتر رو تو نیویورک دیده بودید و میشناختید و همین روال میخوام ادامه بدید. خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم این مصیبت بزرگ رو به همه ملت، ملت ایران و ملت های منطقه. بدل اینکه من اعتقادم بر اینه که شهید سلیمانی متعلق به ایران نبود، متعلق به جهان تشیع یا جهان اسلام نبود، بلکه متعلق به دنیایی بود که دنبال صلح و امنیت هستند. شهید سلیمانی از جمله امریکایی‌ها همه تلاششون اینه که نشون بدن که شهید سلیمانی یک تهدید بر امریکا بود. دیشب ترامپ در کنفرانس مطبوعاتیش خیلی تکرار میکرد که یک تهدید برای امریکا بود، جان امریکایی‌ها رو به خطر انداخته بود، در حالی که دقیقاً 180 درجه برعکس این بود. امریکایی‌ها در عراق و سوریه داعش رو ایجاد کردند، القاعده رو در افغانستان ایجاد کردند، شهید سلیمانی با اونها مبارزه کرد. اونها همه تلاش داشتن که یک واگرایی و تجزیه در منطقه ایجاد بکنن. شهید سلیمانی دنبال این، سردار سلیمانی دنبال این بودش که یک همگرایی ایجاد بکنه. همین اتفاقی که در بغداد افتاد، به هر حال من شنیدم که ایشون دنبال این بودش که یک همگرایی میان احزاب مختلف و رهبران مختلف احزاب در احزاب سیاسی و مذهبی در عراق ایجاد بکنه تا بتونه این شرایطی که به حال بعد از اون تظاهرات دیدیم که مقدار نابسامان شده بود رو شکل بده. خب اینا همه نشون میده که او در این حال مرد صلح بود، اگرچه می جنگید اما مرد صلح بود و بنیان‌های فکریش بر مبنای صلح و آرامش در منطقه بود و این امریکایی‌ها خیلی دارن تلاش میکنن که این چهره رو مغشوش جلوه بدن. در این حال نوع نگاه امریکایی‌ها در بعد سیاستمداران، شما هم بعد عرض بکنم که آنچه که امروز در امریکا اتفاق افتاده یا به قول معروف دارن ترامپ رو نکوهش میکنن، مثلا دموکرات‌ها اینکه چرا این اتفاق افتاده و چرا این ترور رو انجام داده، خب طبیعیه که اونها بیشتر به خاطر ایران نیست، به خاطر اون رقابت‌های حزبی که در ارتباط با انتخابات خودشون دارنه. و اما خب بعضی از نگاه‌های مستقلی مثل همین آی اسکات تریترز و غیره و برخی از اونهایی که مثلا در نیویورک تایمز امروز یه مقاله نوشتن که با کشتن مقنیه مگه تونستن حزب الله رو متوقف بکنن؟ قطعا با کشتن
سلیمانی هم نمیتونن روند به قول معروف سپاه قدس رو و کارهایی که میکنه رو متوقف بکنن. در حقیقت میشه گفت که نگاه های بیدار و آدم های بیدار در همه جای دنیا هستند و الان دنیا متوجه شده که امریکا داره دروغ میگه. امریکایی ها همه تلاش داشتن بگن که مردم عراق از قاسم سلیمانی متنفر هستند و شادی دارن میکنن. امروز تشییع جنازه ای که در بغداد شد و در کربلا و نجف شد، تصاویرش رو که خب خودشون هم بخشش مجبور شدن منتشر بکنن، نشون داد که آنچه که امریکایی ها میگفتن و تلاش داشتن القا بکنن طریق رسانه همگی دروغ بود و قاسم سلیمانی نه تنها در قلب مردم جا داشت بلکه و جا داشت و جا داره، بلکه یک نماد مقاومت در منطقه خواهد بود. خیلی ممنون. اگه پشت خط آقای جو لاریا هستش به من اطلاع بدین که من بدونم که ادامه برنامه رو با جو لاریا. من یه مختصر بگم جو لاریا کی هستش. یک سایت خبری هست به اسم کنسورتیوم نیوز که از سایت‌های خبری معتبره و خیلی‌ها عرض کنم که توش می‌نویسن، خیلی از بزرگان امریکا توش می‌نویسن. آقای جولای سردبیر کنسورتیوم نیوز هست، ما مدت‌ها می‌خواستیم باشون مصاحبه داشته باشیم. یکی از مقالاتشون تحت عنوان Fear of a Major Middle East War، ترس از یک جنگ اصلیه یا اساسی خاورمیانه هستش، و یه مطلب دیگه هم هستش که ما یک موضوع دیگه هستش. من اجازه بدیم بپردازم به این مصاحبه و چون تجمعی از نویسندگان در زیر نظر کنسورتیوم نیوز هستش. Thank you Mr. Joe Loya, thank you very much for participating. من سوال اول من در مورد برداشت ایشون از این حادثه رو میخوام به طور کلی بپرسم. Mr. Loya, give me your take on what has happened and what's the significance of what has occurred. Well, we don't know fully to be in terms of this stream. جزئیات کامل این رویداد رو نمیدونیم، اما بی تأکید این رویداد یک رویداد مهم بوده و طبیعتاً تأثیرات بسیار زیادی در منطقه میتونه داشته باشه. اگه صدا مشکل داره دقت کنید. صدا مشکل داریم؟ بله، مشکل ریزش صدا داریم. Mr. Loya, please. We have a problem with the sound. We have a problem with the sound. Just hang on. We're going to reconnect with you again. Maybe you need to have a telephone line opened so that because your voice gets cut in the middle. So the technical people will talk with you. خب بس ادامه میدیم. لطفاً این مسئله صدا رو حل بکنین یا با تلفنش که صدا قطع نشه وسط. خب روی اینا یه حساسیت هست. یعنی همه جور جنگولک بازی میتونن در بیارن چون دوست ندارن اینا حرف بزنن. همه جور جلوی اینا که اونجا میگیرن و تو ارتباطم گاه گدا اینجوری میشه من کلی مشکوک میشم به دستکاری ها که ممکنه بکنم. داخل ماهی که تو امریکا زندگی کردیم مقوله رو بله. بهتر درک میکنیم. بله. بخصوص الان. الان که وقتی ما میخوایم اینها رو بیاریم که مردم ایران بشنوند توی جای این حساسی. تصویر خوب بود برای صدا رو من خیلی با تلفن یه جوری جبرانش بکنم. خب برگردیم به بحث خودمون. این که خب ما متوجه این موضوعی که تو همین 48 ساعت اخیر کلی حجمه رسانه‌ای و نگرانی، من تو خیلی از جاها نگرانی دیدم، احساس کردم. مثلا برنامه ورزشی داره میره ولی زیرنویس فقط موضوع آقای قاسم سلیمانیه، برنامه موضوع آفریقاست، African Voices، ولی زیرنویس فقط ایرانه. تا به حال من چیز ندیدم که یک شبکه‌ای، و البته خب چون CNN، حالا این مورد CNN هستش، کلی ضد ترامپ هستش، اونا انگیزه خودشون هم دارن، ولی شبکه دیگه هم که دقت کردم به همین صورت حجمش زیاد هست. همچنین شما گفتیم ما هم توقع نداشتیم که همچین اتفاقی اینجوری بیفته و این حجمه رو به اصطلاح خودشون مجبور بشن برن. نگرانی اونها فکر میکنه الان چی؟ یعنی این وهمی که هست هم توی حالتشون هم توی نشستایی که میذارن. امروز یه نشستی گذاشته بودن چند تا آدم بود من جانب یه جنرال و این جنرال داشت میگفتش که اولی خود بد گفت از آج قاسم و بعد شروع کرد تعریف کردن از متانتش، از حالتش، از آرامشش، از نفوذش در دلهای مردم. این جنراله، یعنی یکی از کسایی که ورده بودن دوست چهار نفر تحلیلگر، کلی الان دارن تحلیل میکنن که این شخص کی بوده. شما شاهد بودین یا نه؟ بله، از کردم تو این 48 ساعتی گذشته از انواع مهمان ها، کارشناس ها،
نظامی های قبلی دعوت میشه و یه حالتی ایجاد شده که میدونید خب آمریکایی‌ها هزینه نظامی که دارن 700 و خورده ای میلیارد دلار در سال، این بودجه پنتاگونه، 700 خورده ای میلیارد، 750 میلیارد دلار که اون خوردهش سه برابر، حداقل سه برابر هزینه نظامی ایران، اون 700 میلیاردش، اون 700 خورده ایش، اون خوردهش سه برابر. و بعد این جنرال آمریکایی یا نظامی سابق آمریکایی یا فلان تحلیلگر آمریکایی، خب این خیلی تعجب میکنه که چرا آمریکا با این همه هزینه‌ای که داره نتونسته در مقابل ایران به پیروزی برسه، نه از نظر سیاسی، نه از نظر دیپلماتیک، نه از نظر اطلاعاتی، نه از نظر نظامی، که آخر سر مجبور شده دیگه آخرین بدترین کاری که شما میتونید بکنید که رئیس جمهورت در سطح رئیس جمهور دستور قتل یک جنرال ایرانی رو بده، دیگه این آخر خطه، دیگه ما هیچ کار دیگه ای نتونستیم بکنیم، آخر سر مجبور شدیم این کارو بکنیم که مثلا یه ضربه‌ای بخوایم بزنیم. و این سوال الان تو آمریکا مطرحه و عرض کردم این هر کسی هم که درباره آیه شهید سلیمانی صحبت میکنه از ویژگی هایشون که ویژگی های کشور ایرانه در نهایت داره صحبت میکنه و از ایشون داره یک اسطوره‌ای ساخته میشه در آمریکا. این خیلی چیز عجیبیه. من یه پیامی تو این 48 ساعت گذشته، خب شما دوستانی دارید در آمریکا، ما همینطور داره برای ما پیام میاد، پیام تسلیت داره میاد. یه استاد دانشگاهی تو نیویورک، حالا من اسمش خانومیه، اسمش هم من نمیارم، اگه اجازه بدید این صدای شما قطع شد انگلیسی، من میخونم به جای این مثلا مهمان ویژه شما. انگلیسیش اینه، میگه We mourn the martyrdom of a great revolutionary. ما عزادار هستیم به خاطر شهادت یک انقلابی بزرگ. Who was always on the side of the world's vulnerable and oppressed. که همیشه طرفدار مستضعفین و مظلومین دنیا بود. اینو یه استاد دانشگاه تو نیویورک پیام داده. این خیلی چیز عجیبیه. یعنی شما الان فکر میکنید که ما در ایران داغدار قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی هستیم، در منطقه مثلا داغدار شهید سلیمانی هستن، الان معلوم شده تو دانشگاه‌های آمریکا هم یک درصدی حداقل داغدار شهید سلیمانی هستن. چرا داغدار شدن؟ آیا مثلا ما خیلی در حوزه تبلیغاتی قوی بودیم؟ نه، خود شبکه‌های آمریکایی الان دارن برای ما تبلیغ میکنن، بس نه که میخوانا، ولی در عمل این غلط بزرگی که آیه ترامپ کرده که نفهمیده چیکار کرده، در عمل تبعات و برکاتی برای محور مقاومت ایجاد کرده و همون حالتی که حضرت امام هم داشتن دیگه، 40 سال پیش هم که ما هیچ امکانات تبلیغاتی در دنیا نداشتیم. نوع پوشش تبلیغاتی که رسانه غربی نسبت به حضرت امام داشتن، ایشون رو در کل دنیا محبوب کرد برای اون عده‌ای که نقد داشتن نسبت به آمریکا. همین اتفاق الان داره برای شهید سلیمانی میفته. من اگر خط الان باز هست با آقای جولاریا، یا اینکه اگر کلب مپن رو داریم، کلب مپن رو دوستان آماده بکنن. کلب مپن یک کسی است که تو شبکه راشا تودی فعال فرهنگی سیاسی، یعنی با فعال فرهنگی سیاسی در نیویورک بوده، یه مسیحی خیلی جدیه و منتقد جدی دولت آمریکا است و جوونم است، یک بارم سفر به ایران کرد و مورد توجه خیلی من بود. یک کلیپی ازش دیدم، من کلیپ گفتم بچه‌ها کپی بکنن و مثلا دوربین خبر اینو گرفته بود، نظرش داشت در مورد اوضاع فعلی میداد. خیلی برای من بغض یک آمریکایی تو خیابونای منهتن در مورد اتفاقی که تو ایران افتاده سر یه کسی که سالها داره تعقیبش میکنه، این تو هم تو منطقه رفته، هم میشناسه، دائم خبر رو میخونه و هر روز رو آنتنه و خبر رو برای غربی ها منتشر میکنه. آماده هستش کلب مپن؟
بله این کلیپ ببینیم و لطفاً آقای جوادی زحمت ترجمه‌اش رو بکشن. به نظر من خیلی گویای این طیف وسیع از آمریکایی‌ها سموز. دونالد ترامپ قاسم سلیمانی را کشت. ایشون بزرگترین دشمن داعش و بزرگترین دشمن القاعده بود. ایشون بیش از هر فرد دیگری وهابیای و تروریست‌ها را کشته بود. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ایران بود. ایشون فردی بود که لرزه به اندام داعش و القاعده مینداخت و بارها خواست تلاش کرده اون ایشونو بکشه و نتونسته بودن. اما الان آمریکا کاری کرد که داعش و القاعده نتونسته بود انجام بدن. یعنی بزرگترین دشمن داعش القاعده رو کشت. این اقدام بزدل. دونالد ترامپ برای محافظت از آمریکا در مقابل تروریست هایی که آمریکایی رو میکشن نایستاده، یعنی تروریست هایی که از سعودی ها هستند. ایشون در مقابل وهابی ها، در مقابل داعش نایستاده. ایشون به دوستان خودش در عربستان سعودی نزدیک شده، گفته لطفاً از من حمایت کنید، منو استیضاح میکنن. افرادی مثل لینزی گرام رفته سراغشون، نوافه محافظه‌کاران تو کنگره رفته گفته لطفاً از من حمایت کنید. ایشون رفته سراغ لابی اسرائیلی، لیکود، نتانیاهو و گفته لطفاً بگه که من الان بزرگترین دشمن القاعده رو کشتم. من کسی رو کشتم که در مقابل سعودی‌ها ایستاده. من در مقابل کسی رو کشتم که بزرگترین عامل از بین برنده تروریست‌ها بوده. الان ترامپ بزدلانه رفته و کرنش کرده در مقابل نومحافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه، در مقابل پادشاهی سعودی ها که در واقع عامل اصلی حمایت حامی وهابی ها هستن و سیونیست، در مقابل اونا کرنش کرده. ایشون چهار دست و پا افتاده، در واقع دست و پا چهار دست و پا افتاده در مقابل اونها. ما میدونیم که این واقعیت چیست. خب ادامه برنامه همزمان از شبکه افق و شبکه یک رو میبینیم. اشکال صدا داشتیم برای مصاحبه با آقای جولوری. اگر بتونیم برگردیم به مصاحبه با آقای جولوری ممنون میشم. تصویرش رو ببینیم و ادامه مصاحبه رو داشته باشیم. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. این برنامه زنده یه حسنی داره که خطرهایی هم داره که گاه گداری نمیشه پیش بینی که ما معمولا مصاحبه رو ضبط میکنیم از قبل و بعد ترجمه و دوبله رو تو استودیو انجام، ولی بعضی موقع خود اون آن خیلی جذابه، اینکه همون لحظه است که اینو داشته باشن. الان آماده هستش؟ بسیار خوب. بریم بسیار. اوکی من دوباره سال اولم تکرار میکنم که در برداشت ایشون در مورد این حادثه و در واقع اثراتش رو میخوام بپرسم. سردبیر کانسورتیوم نیوز جناب آقای جو لوریا. Thank you again Mr. Joe Lauria. My question was in general what's your impression of the significance of this incident and the repercussions that it's bringing on right now. بی تردید این اقدامی بی محابا بود که ایالات متحده انجام داد و این اقدام از لحاظ قانونی سوالات جدی در موردش مطرح شده. ما باید به گذشته این اقدامات نگاه کنیم و وقتی که در دهه 1979 میدونیم که اون موقع سازمان CIA و نهادهای دیگه تلاش میکردن که به قول معروف تحولات ایران اونجور که میخوان رسد بدن و اما دیدیم که دولت ریگان در دهه 1980 تلاش‌های زیادی انجام داد تا بتونه که و تلاش کرد که به قول معروف ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی انجام بده، قرار بده. اما متاسفانه یا به طور بگم که این تلاش‌ها نتیجه نداشت و نتونست به اهدافی که مد نظر خودش برسه و الان کاری که انجام داده ایالات متحده تلاش کرده با ترور جنرال سلیمانی مسیر تحولات منطقه را به گونه‌ای که دوست داره خودش هدایت کنه و
در واقع تمام کشورهایی که تحت اشغال باشن ممکنه با همین چالش های مواجه بشن. و الان مشکلی که ما داریم، یعنی مسئله ای که هست، این هستش که هیچ قطعنامه‌ای نمیتونه وجود داشته باشه که حامی این اقدامات باشه، این اقداماتی که آمریکا صورت میده. و طبیعتاً ایران الان چی شده؟ ایران نقشی که در عراق ایفا میکنه به گونه ای هستش که تلاش میکنه در کنار نیروهای عراقی برای ثبات و امنیت منطقه تلاش کنه. اما باید توجه داشته باشیم که خود عراقی ها، هشت شعبی و نیروهای مقاومت مردمی را در کنار افرادی مثل جنرال سلیمانی اومدن و دفاع کردن تا این مقاومت رو داشته باشند و بتونن منطقه رو از لوس وجود تروریست ها رهایی ببخشند و اجازه ندن تحولاتی مثل آدم های مثل اسامه بن لادن و القاعده و داعش در منطقه بروز پیدا کنه. این کاری بود که جنرال سلیمانی در منطقه انجام داد و طبیعتاً این اقداماتی که الان ایالات متحده انجام داده، یعنی ترور جنرال سلیمانی، اقدامی بی محابا و جسورانه بوده که طبیعتاً این پیامدها میتونه داشته باشه. باید به واکنش‌هایی که در داخل آمریکا به این رویداد رخ داده توجه داشته باشیم. کنگره آمریکا، نمایندگان اعضای مجلس نمایندگان آمریکا مخالف این اقدام شدن و گفتن این اقدام قانونی نبوده، چرا که مجوز لازم از کنگره رو نداشته. و طبیعتاً این مسئله در جلسات استماع کنگره هم پیگیری خواهد شد و این شاید در جریانی که الان برای استیضاح دونالد ترامپ هست برجسته بشه و پررنگ‌تر بشه. تو دونالد ترامپ طبیعتاً وقتی که نزدیک میشیم به انتخابات نوامبر سال 2020 که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستش، این مسئله مسائل شبیه اون میتونه با برجسته شدن در روند استیضاح روند انتخاب ایشون رو مشکل‌تر کنه. اما نمیشه پیش بینی کرد که فعلا در آینده چه وضعیتی پیش بیاد. یکی از نکاتی که ایشون همیشه زاگر میشه خطر این اتفاقی که افتاده، گوشزد میزنه خطرش، این ما رو در عرصه یک وضع بحرانی جهانی قرار داده. این از این مورد میخوام سوال بکنم. Mr. Lawyer, you in your article Fear of a Major Mideast War warn that this could escalate into something out of proportion, and you keep warning that this is what has happened has put everyone at risk. Could you elaborate on that? Well, I'm not the only one saying that. There's a lot of fears. من تنها فردی نیستم که این حرفو میزنم. یکی از هشتگ‌هایی که در فضا مجازی مطرح شده هستش، هشتگ جنگ جهانی سوم هستش و این خیلی پرطرفدار شده یا به هیچ تبدیل شده. طبیعتاً میشه انتظار داشت که الان ایران وارد جنگ تمام عیار با ایالات متحده نشه به خاطر شرایطی که پیش اومده و به همین خاطر هستش که ما میگیم این حمله خیلی حمله عجیب و غریبی هستش. یادتون میاد که سال گذشته، یعنی اواخر 2019، ما سرنگون شدن پهباد امریکایی رو داشتیم و ایشون کاری که انجام داد، اومد مشاور امنیت ملی خودش رو از کار برکنار کرد به خاطر همون رویدادی که رخ داده بود و فشارهای بسیار زیادی بر ترامپ واقعش وارد شد بعد از اون رویداد تا بتونه در مقابل ایران اقدام انجام بده و بتونه دوستان خودش رو یه مقداری راضی کنه. اما مد نظر داشته باشید که ترامپ در وعده‌های انتخابی خودش مطرح میکرد که میخواد جنگ‌های منطقه خاورمیانه رو پایان بده و ایشون به دنبال این بوده که بتونه به این شعار انتخاباتیش جامعه عمل بپیشونه. اما اقداماتی که صورت داده وضعیت فاجعه پاری و اسفناکی رو برایش رقم زده. من نمیدونم که واکنش ایران با توجه به اتفاقی که رخ داده چه خواهد بود. رهبر ایران فرمودن که واکنشی این ایران انتقام سخت خواهد بود و فکر میکنم ایران نمیخواد که وارد جنگ بزرگ با ایالات متحده بشه، اما طبیعتاً واکنش خوشی خواهد داشت. اما طبیعتاً اقدامی که صورت بده میتونه برای ایالات متحده و متحدان اون در منطقه و اسرائیل عواقب بسیار جدی رو به همراه داشته باشه. امیدوار هستم که یه مقدار فضا آرام بشه و اقداماتی که ایران صورت میده سنجیده باشه و به سمت جنگی نباشه که تمام عیار باشه. و طبیعتاً
طبیعتاً این واکنشی که بخواد ایران صورت بده خطراتی رو برای نظامیان آمریکایی در منطقه خواهد داشت و میدونید که نیروهای آمریکایی در منطقه حضور دارند، در عراق حضور دارند و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه هستند و میدونید که الان چه اتفاقی افتاده. آمریکایی اینقدر نگران شدن که سعی کردن فضای امنیتی خودشون رو در بغداد در منطقه سبز تقویت کنند و در کشورهای منطقه به نیروهای خودشون هشدار دادن که سطح آماده باشی خودشون رو بالا ببرن و این نشون دهنده این هستش که چه نگرانی از جانب آمریکا در این خصوص شکل گرفته. یه سوال آخر هم میخوام بپرسم ازشون در مورد انگیزه ترامپ. به نظرشون انگیزه ترامپ چی بوده؟ چرا این کار الان انجام داده؟ My final question for right now, Joe, is what was Trump's incentive for doing what he did now? Yeah, I really that's a mystery to me, but این یه به قول من مثل راز بر من خودم نمیدونم چرا این کار انجام داده. میدونید که ایشون در سالهای در ماهای اخیر جریان استیضاح علیه ایشون راه افتاده، البته هنوز به نتیجه نرسیده. به هر حال فشارها بر ایشون افزایش پیدا کرده. در این حال عناصر تند رو و جنگ طلب در واشنگتن فعالتر شدند و لابی اسرائیلی هم تحرکات خودش رو بیشتر کرده و بی تردید فردی مثل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم نفوذ خودش رو در ترامپ داره و ایشون میدونید ترامپ فردی نیست که در حوزه بین الملل یعنی نگاه پیچیده‌ای داشته باشه، درک عمیقی داشته باشه و به راحتی فردی مثل نتانیاهو میتونه ایشون رو به بازی بگیره و روش تاثیر بذاره و باید توجه داشته باشید که ایشون به شدت طرفدار اسرائیل هستش و حامیان ایشون که طرفدار اسرائیل هم هستن، طرفدار یعنی حامیان ترامپ هم در این زمینه احتمالاً نقش‌آفرین بودند و ایشون رو سوق دادن به این سمت و ایشون به خاطر فضایی که فشارهای ناظر بر یا ناشی از استیضاح هم ایشون رو سوق داده به این سمت، یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه بوده. به هر حال فکر می‌کنم که ترامپ این کارو انجام داده تا یه ذره فضا رو بر خودش آروم یعنی بهتر کنه، اما نمیدونم این اتفاق رخ میده یا خیر. Thank you very much, Joe Loria. Thank you for participating in this conversation. God bless you. خب با شما شروع کنیم که نظرتون در ارتباط با صحبت های سردبیر کنسورتیوم نیوز چی هستش؟ این سوال آخر شما من فکر میکنم که در پاسخ سوال آخر شما از ایشون ترامپ دوچار یک استیصال شده، یعنی امریکا دوچار یک استیصال شده در منطقه. شما ببینید که سال 2001 به افغانستان حمله کرد به خاطر اینکه با طالبان و تروریسم مبارزه بکنه. الان نشسته با طالبان داره مذاکره میکنه، یعنی با جنازه طالبان در اصل مذاکره میکنه. داعش رو ایجاد کرد، موفق نشد و همه این حرکت هایی که امریکا انجام داده به نوعی به شکست انجام میده. و باز یک نکته دیگر که اشاره کردیم که با توجه به شرایطی که ترامپ در امریکا داره تو بحث استیضاحش به نظر میاد که پشت پرده میتونه دست لابی ایپک مشهود باشه، یعنی اسرائیلیا کمک کردن تو این قضیه و اسرائیلیا ترامپ رو حمایت کردن و هدایت کردن تو این مسئله و اینا همه میتونه دست به دست هم بده و موضع امریکا رو تو منطقه به قول معروف بیش از این تضعیف بکنه. امریکایی‌ها نگاهی که به مسائل منطقه داشتن اومده بودن که بمونن، الان مجبورن برن و من فکر میکنم که این آغازی برای به قول معروف پایان حضور امریکا در منطقه میتونه باشه، به شرط اینکه کشورهای منطقه معادله رو خوب بازی کنن، به شرط اینکه ایران معادله رو خوب بازی کنه. میشه شروعی باشه برای خروج امریکایی‌ها نه تنها از عراق بلکه از منطقه و یک فرصتی رو ایجاد کرده که الان ملت‌های منطقه یک پارچه شدن علیه امریکا. امروز آنچه که امروز در عراق ما دیدیم شعارهای یک پارچه بود علیه امریکا. قطعا جبهه مقاومت این نگاه رو داره، یعنی تنها منطقه تنها عراق نیستش، حزب الله هم همین رو میگه، در سوریه هم این اتفاق افتاده و در کشورهای دیگه یمن هم اینها، همه کشورهای منطقه در خلق غرب آسیا همه تلاش دارن که امریکا رو بیرون کنن و من فکر میکنم که از این فرصته باید استفاده کنیم و این فرصت رو مسلمان منطقه از دست ندن. خیلی ممنون. خب
جون لوریا اون تو این مطلبش هم که الان دستمون رسیده و امروز هم فکرم نوشته، ترسش این که از پنجشنبه شب ترس از یک جنگ بزرگ که در پیش هست رو هی هشدار میده در مورد ترور به طور قطع دومین نفر پرقدرت ایران که جزء سوتیترش هستش. از این نفت صحبت رو که میکرد الان چی بود اگر شما؟ یه چند تا نکته داشت آیه ترامپ، یک بحث قانونی بودن رو مطرح کرد. این کاری که آیه ترامپ انجام داده نه تنها خلاف قوانین بین المللی، به شما اگر فردی رو متهم کنی به کار خلافی، مثلا جنایتی یا فعالیت های غیر قانونی، او رو بعد از او شکایت کنی در دادگاه های بین المللی بررسی میکنن، بعد مثلا آقای مولوویچ میلوسویچ میگیرن و مثلا زندان میکنن، یا اگر جرم در حدی باشه اعدام میکنن. این روش صحیح برخورد با افراد هستش ذیل قوانین بین الملل. اینی که ما بیایم و ادعا کنیم که یک فردی میخواسته عملیاتی انجام بده بعد این فرد رو خودمون بکشی، این قطعا خلاف قوانین بین الملله. و ادعای این که سردار سلیمانی درگیر عملیاتی بوده هم توسط خود آمریکا زیر سوال رفته. این آقای تام یودال که سناتور ایالت نیو مکسیکو هست امروز مصاحبه کرده بود، چون قبل از حمله که دولت ترامپ به هیچ کس اطلاع نداده بود در کنگره غیر از اون آقای لنزی گرام که دوست ترامپ هستش، حالا سناتوره، ولی در کل 100 سناتور یه نفر اونم فردی که باش دوستی داشته بهش گفته. چند روز قبل از حمله معلوم میشه که این طراحی وجود داشته از قبل. حالا این داستانای بولتون هم من عرض میکنم خدمتتون که به نظرم یک سال و نیم پیش این برنامه قتل سردار سلیمانی طراحی شده بود. منتها این بحث آقای تام یودال سناتور آمریکایی بود که میگفت بعد از حمله رفتن توضیح دادن به سناتورها که چیکار کردن، یه جلسه خصوصی گذاشتن و ایشون از جلسه خصوصی اومد بیرون گفتش که هیچ سندی به ما نشون ندادن که نیاز داشت این فرد به این صورت به قتل برسه و ترور بشه. انجام خود سناتورهای آمریکایی هم دیشون حداقل اعلام میکنن که همچین سندی نبوده که نیاز به این کار باشه. پس این کار ذیل قوانین بین الملل غیر قانونی بود. این کار ذیل قوانین آمریکا هم غیر قانونی بود. بله، نیروی قدس سپاه در سال 2007 اینا رو گذاشتن ذیل گروه‌های تروریستی و بله سردار سلیمانی هم تو اون لیست SDN بود، Specially Designated مثلا نشنال بود که حضرت عالی هم تو همون لیست هستید، یا مدام مواظب خودتون باشید. ما SDGT هستیم. شما یک پله هم بیشتر هست. شما هم میگید توش نگران نباشید. حالا میدونید من اینو به آقا نادر گفتم، ما به این سن رسیدیم نرفتیم، یعنی کار ویژه‌ای هنوز تو عمرمون انجام ندادیم. انجام قبطه میخوریم که خدا سه شما دعا کنید ما بریم. از این جهت ذیل قوانین آمریکا، اگر شما رفتید تو این لیست، مثلا اگر آیه طالب زاده در آمریکا خونه داشته باشه، ملکی داشته باشه، این رو میتونن بگیرن، ارتباطات بانکی ایشون رو مثلا مختل بکنن. به فرض که این احتمالش کمه، ذیل این قانون ممکنه بتونن اگر ایشون از ایران خارج شد دستگیرش بکنن، ولی این قانون مجوز قتل نمیده. نمیتونن فرد رو بکشن ذیل قانون خودشون، یعنی قانون این دستور اجرایی رئیس جمهور اجازه قتل نمیده به رئیس جمهور. حرفی که اینها زدن این بود که عرض کردم گفتن سردار سلیمانی مثلا میخواست یک عملیاتی رو علیه ما انجام بده، ما دیگه فرصت نداشتیم. واقعیت امن هستش که خود مقامات آمریکایی هم الان بعضیاشون دارن اعلام میکنن که این حرف صحیح نیستش. آقای بولتون در سوم مهر ماه 1397، یعنی یک سال و چند ماه پیش، زمانی که مشاور امنیت ملی ترامپ بود، در سفر آقای روحانی به نیویورک، ایشون هم میره نیویورک، اون یعنی تشکل از یوانی United Against Nuclear Iran، اتحاد علیه ایران هسته‌ای، اونجا سخنرانی میکنه، میگه که اسمی بر از
آقای قاسم سلیمانی، میگه آقای قاسم سلیمانی رو ما تارگت میکنیم. یعنی که همین تارگت ها شما الان کار کردید، تارگت ایران زمانی که فعل میگه ما تارگت میکنیم، فعل تارگت رو فعل استفاده میکنه، یعنی هدف قرار میده. توی زبان انگلیسی میدونید زمانی که میخوام برن تمرین تیراندازی میگن تارگت پرکتس. اولین باری که یک مقام آمریکایی یک مقام ایرانی رو تهدید به ترور کرد سوم مهر 1397 بود، یک سال خورده ای پیش نسبت به سردار سلیمانی. و بعد دیروز همین آقای بولتون که حالا دیگه در کاخ سفید نیست اعلام کرد که بحث هدف قرار دادن سردار سلیمانی از زمانهای گذشته مطرح بوده. پس معلوم میشه که اون ادعایی که گفتن ایشون میخواسته مثلا عملیاتی بکنه و ما به دلیل که فرصت نداشتیم میخواستیم جلوی اون عملیات رو بگیریم این کار کردیم، معلوم میشه حرف درستی نیست. چون اولا خود بولتون یک سال خورده پیش بحث هدف قرار دادن رو مطرح کرده و بعد دیروز هم اعلام کرده که بله این از قبل طراحی شده بود. بله اتفاقا در تکمیل فرمایش جناب آقای دکتر ایزدی عرض کنم که ما یه سری کنوانسیون های بین المللی داریم که افرادی که پاس دیپلماتیک دارن یعنی جزو رده های بالای سیاسی کشور هستن اینها رو کسی حق نداره بهشون تعرض بکنه یا ترورشون بکنه. اینا مقامات آفیشیال هستن، یعنی رسمی یک کشور هستن. این که شما ببینید که سردار سلیمانی رو ترور میکنن یعنی خارج از عرف بین الملله. یک قوانین نوشته شده هستش که همین کنوانسیون ژنو و وینه، یک قوانین نانوشته است. مثلا وقتی که دو تا کشور با هم دیگه جنگ دارن مراکز فرهنگی همدیگر رو بمبارون نمیکنن، کاخ ریاست جمهوری رو بمباران نمیکنن، رئیس جمهور رو ترور نمیکنن. اما اینجا این اتفاق نیفتاده، یعنی رئیس جمهوری کشور شخصا دستور داده که مثلا یه فرمانده نظامی یک کشور رو ترور بکنن و اینا نه تنها برخلاف عرف بین المللی بلکه نقض قوانین بین الملل هم هستش. ظاهرا آیس کا توییتر پشت خط هستش. برگردیم به ادامه مصاحبه با آقای ریتر اگه موافق باشین. من در مورد یکی دیگه از مقالات ایشون که ظرف همین امروز و دیروز نوشته بودن میخوام سوال بکنم که میگن که ایالات متحده به طوری که نمیخواست، یعنی قصدش این نبود ولی خودش باعث شد که سردار سلیمانی سردار سلیمانی بشه با اون عظمت و بعد اومد و او رو ترور کرد. عنوان مقالش اینه. در این مورد میخواستم سوال بکنم. Scott, you in your article, the U.S. unwittingly helped create Qasem Soleimani, then they killed him. Please elaborate on what you're talking about for our audience in Iran. Well, the fact of the matter is, واقعیت این هست که قاسم سلیمانی سیاست ایران رو در منطقه اجرایی میکرد و این سیاست ها واکنشی به بیش از این که واکنشی باشه به قول معروف کنشگرانه بود، نه اینکه انفعالی باشه. یعنی این نبود که امریکا اقدام کنه و سپس ایران واکنش نشون بده. البته نیرو قاسم سلیمانی و نیروهای ایشون تحت امر ایشون در عراق و سوریه و افغانستان این کار واکنشی خودشون رو صورت میدادن، یعنی خودشون میمدن به اقدامات امریکا واکنش نشون میدادن. یعنی وقتی ایالات متحده میاد از قاسم سلیمانی و کارهای ایشون انتقاد میکنه به خاطر همین هست. یعنی قاسم سلیمانی هیچ کدوم از کارهایی را که آمریکا مدعی اون هست انجام نمیداد. ایران نبود که پیش دستی کنه در کارها، ایالات متحده بود که ایران اقدام میکرد و واکنش هایی رو به همراه میداشت. اما باید مد نظر داشته باشیم که کی در مقابل داعش در عراق و سوریه ایستاد. ایران بود که این کار انجام داد. ایران الان میبینیم که هدف انتقاد ایالات متحده قرار گرفته به خاطر این اقدامات. در صورتی که ایران در عراق داره چه کار میکنه؟ ایران و عراق مرزهای طولانی دارند و ایران داره کمک میکنه برای ایجاد ثبات در عراق. کاری که آمریکا در عراق انجام داده دقیقاً برعکس این بوده و
امریکا به واقعیت هایی که در عراق رخ داده واکنش یعنی توجه کافی نشون نداده و امریکا باید واقعیت ها رو بهش پی ببره، به این واقعیت هایی که رخ میده و اینکه کاری که انجام داده سبب بی‌ثباتی نه تنها در عراق شده بلکه در کشورهای منطقه رخ داده و باید مسئولیت کارهای خودش رو بر عهده بگیره. یه سوال دارم، این که چطور آمریکایی‌ها میتونن به این راحتی فریب بخورن که بگن که سردار سلیمانی یک تروریست بوده و چیکار کردن که نتونن تشخیص بدن بین داعش و حزب الله، داعش و اون کاری که ایران داره میکنه، هر دو رو تو میکسر میبرن میکننش به هر دو میگن تروریست و مردم عادی آمریکا هم نمیفهمن. Scott, I want to ask you about what's been going on in the media for all these years and you've been fighting against it. How in the media mixer they mix what Hezbollah is doing and what ISIS is doing. No one can differentiate that. Well, we're dealing with a situation. واقعیت این هست که ما در موقعیتی قرار داریم که رسانه‌های ایالات متحده با دولت مسائل خاص خودشو دارن. دولت وظیفش این هست که باید روایتی رو در رسانه ها مطرح کنه که همسو با سیاست های خودش باشه، اما طبیعتا رسانه ها باید واقعیت رو منعکس کنن، در حالی که دولت منعکس کننده واقعیت های جاری در منطقه خیاور خاورمیانه نیست. یعنی الان رسانه‌های آمریکا متأثر از سیاست‌های حزبی هستند و تلاش می‌کنند که به نوعی اقدامات دولت رو توجیه کنند و این به همین خاطر خیلی سخت شده برای اینکه مردم آمریکا متوجه بشند چه واقعیت‌هایی در منطقه خاورمیانه در جریان هست و به همین علت شاهد اون هستیم که واقعیت‌ها داره به نوعی ساده انگارانه منعکس میشه و مردم نمیتونند اون تصویر واقعی رو از رویدادهای مثل رویدادهای جاری در منطقه درک کنند و مردم آمریکا طبیعتاً از این واقعیت ها مطلع نمیشند و متوجه واقعیت هایی که رخ میده رو نمیتونن متوجه بشن. اما این همونطور که عرض کردم این به خاطر سیاست هایی هستش که در کاخ سفید داره پمپاژ میشه به سمت رسانه ها. یه سوال آخر رو که میخوام بکنم در مورد این هست که ایشون به چه علت اینقدر رسانه ها الان دارن میپردازن به این ماجرا، چرا تمام کمال توی صحنه رو فقط بعضی رسانه ها فقط دارن اخبار ایرانه میرن؟ این برای خود من جلو که نظرشون چه برای سکات when we watching television we watching the mainstream 24/7 American television like CNN for example, it's unrelenting news coming one after another about Iran and Qasem Soleimani and what has happened, and there's a the many analysis of different people, generals talking about him, etc. What's going on? What's this obsession right now about what has happened? Why the obsession? در وهله نخست باید مد نظر داشته باشیم که قاسم سلیمانی برای ایران از ابعاد مختلف حائز اهمیت هستش. من میخوام یه کلمه ای رو به کار ببرم که نمیدونم که در فارسی معادل خوبی برایش هست یا خیر. ایشون یک قهرمانی بوده برای ایران و در ایالات متحده تلاش کرده این به قول معروف از این جایگاه یه مقدار نگران بوده و میترسیده و ایشون رو ترور کرده و با کشتن ایشون تلاش کرده که نوعی روایت خودش رو در منطقه برجسته کنه و ایشون رو به عنوان یک تهدید داره مطرح کنه. داره آمریکا میگه که قاسم سلیمانی تهدید و به خاطر اون اومدیم ایشون رو ترور کردیم، در صورتی که واقعیت کاملا به گونه دیگر هست و آمریکا داره قلب واقعیت میکنه و تعریف واقعیت میکنه و ایشون در راستای سیاستایی که به نفع منطقه بوده کار میکنه. You know, I really appreciate it. We will be talking to you back in the future again. Thanks so much. Okay. Thank you. این فرمایشاتی که اسکات رتر داشت
به سطحی رسیده که الان که ما داریم صحبت میکنیم تو نیویورک تظاهرات علیه جنگ نسبت به ایران و تصاویرش هم همین دو دقیقه پیش آمد. اون استادی رو که عرض کردم خدمتتون فقط در سطح حرف و پیام نیست، اینها عملیات هم میکنن و این تصاویر رو من الان فرستادم به حساب شما توی فضای مجازی، اگه خواستید دوستان میتونن استفاده کنن. تظاهرات بزرگی در نیویورک ما الان داریم، تصاویرم زنده ایشون داره میگیره میفرسته و اتفاقی که افتاده این استش که دولت آقای ترامپ آمده فردی رو شهید کرده که یک موج جهانی ایجاد کرده و این موج جهانی به نیویورک رسیده و اینجوری که ما خبر داریم چند شهر دیگه هم تو آمریکا مشغول برگزاری تظاهرات، حال نیویورک چون قرار تظاهرات داشته باشن. نیویورک شرق آمریکا هستش، اینطوری که به غرب میریم ساعت‌های آینده هم اون تظاهرات اتفاق میفته. از این جهت واقعا من نمیتونم اتفاق دیگری رو تصور کنم که نتیجهش این هستش که در ایران یک اتحاد ویژه‌ای الان داره شکل میگیره. این داستان‌هایی که ما در هفته‌های گذشته داشتیم این دیگه کسی درباره اون صحبت نمی‌کنه. اتحادی داره در عراق شکل میگیره و اونجا هم مشکلاتی داشتن. تصاویری که شما از عراق داشتید امروز، از بغداد، از کاظمین، از خانم نجف و کربلا، اتفاقی که در منطقه داره میفته، اتفاقی که در دنیا داره میفته، این اثر خون شهیده واقعا و نتیجهش این هستش که خیلی از مشکلاتی رو که معلوم نبود به راحتی بشه حل بشه و فشارهایی که روی جمهوری اسلامی بود، این خون شهید داره اینها رو پاک میکنه، داره اصلاح میکنه. و در نهایت نکته من عرض بکنم، این جوابی که این باید بگیره، اون نکته‌ای که در فرمایشات حضرت آقا بود که شما پاسخ سختی رو تجربه خواهند کرد طرف مقابل، این هم قطعا اتفاق خواهد افتاد. چون اگر اتفاق نیفته، یکی از دلایلی که به نظر من طراحان آمریکایی رفتن به سمت شهید کردن سردار سلیمانی این بود که می‌خواستن ببینن واکنش ایران چی، اگر واکنش مناسبی نباشه قدم بعدشون حمله به ایرانه. و از این جهت اون نکته‌ای که در فرمایش حضرت آقا بود به نظرم باید محقق بشه. رسیدیم به پایان برنامه. من تشکر میکنم از شبکه افق و شبکه یک برای پخش همزمانی برنامه. متشکرم جناب آقای قراقی، خیلی لطف کردین. جناب آقای ایزدی لطف کردین، ان شاءالله که موفق باشین. من یه نکته ای رو در مورد اگه فرصت هستش خیلی کوتاه عرض بکنم. ظاهرا مثل اینکه از رو آنتن بریم، شما که خبره هستین تو جیم. خواهش میکنم. از آنتن بریم. تشکر میکنم و ان شاءالله تو برنامه بعدی ادامه بحث. ان شاءالله. عذر میخوام به من گفتید.